هموطنانم، همیهنانم، همونطور که در برنامه قبلی به استحضارتون رسوندم، میهمان امروز برنامه ما آقای روح الله زم هست. آقای زم، خیلی خیلی خوشحالم که مجددا فرصتی دست داده در خدمتتون باشیم. ممنونم از سلام عرض می‌کنم. حال شما خوبه؟ من بسیار خوب هستم. شما روزگار رو چگونه در تبعید میگذرونید آقای زم؟ خواهش میکنم دیگه همون جوری که شما میگذرونیم دیگه ما هم میگذرونیم، شما سختتر میگذرونیم، ما یه ذره آسون میگیریم. بله انشالله میگذره، تموم میشه انشالله. به نظر شما این روزگار تبعید ما رو به اتمام، آیا شما خوشبین هستید به آینده خودتون و بنده؟ بله آقا، وقتی آقای خامنه ای امید دارن در سن 78 سالگی، ما چرا امید نداشته باشیم آقای قائم مقام؟ ایشون به چی امید داره آقای زم عزیز؟ به آینده خودشون، به آینده ایران، با توجه به همه اوضاع بد و اخبار بدیشون، تمام گزارش هایی رو که قرار منتشر بشه از طریق زبان مسئولین فیلتر میکنن و میگن گزارش های بد منتشر نکنین، سیاه نمایی اخبار خوب رو منتشر کنین و بگین، امید بدین به مردم. ما امید میدیم به خودمون، اشکالی نداره که امید ما پررنگتر از امید ایشونه. جناب زم، عرض کنم حالا که صحبت از خامنه ای شد، اخیراً شایع شده که کسالت داره ایشون، نمیدونم دچار بیماری است، حتی شنیدم بیماری سرطان و به یکی دو سه هفته است ظاهراً خبری از ایشون نیست. آیا شما در این زمینه آگاهی ویژه‌ای دارید، اطلاعی دارید؟ تقریباً بیشتر از 20 روزی ایشون نبودن. یه بحثی رو من مطرح کردم تو فضای مجازی مبنی بر اینکه ایشون غیبت طولانی دارن و اینکه دکتر، یه اتفاق خیلی مهم افتاد در قبال غیبت ایشون، اینکه ایشون از تاریخی که رهبر شدن، یعنی از سال 68 به بعد، ملاقات های روتینی داشتن که معمولا توی 4 تا 8 با تعبیر دیدار مسئولین و کارگزاران نظام معمولا یاد میشه ازش، که 4 تا عید قدیر، قربان، فطر و نیمه شعبان رو با مسئولین نظام و اونهایی که حالا دستن در کار هستن ملاقات هایی میذارن و معمولا ساعت 9 صبح ملاقات ها شروع میشه و ایشون با نیم ساعت سر و تأخیر حالا میان و مهمان ها منتظر میمونن و این ملاقات ها انجام میشه. اتفاقی که افتاد امسال این بود که ایشون تو 2 تا عید غیبت داشتن، یعنی عید قدیر و عید قربان هیچ کدوم از این ملاقات های مسئولین صورت نگرفت و این شایبه رو تقویت کرد که ایشون حالشون خوب نیست. البته ایشون با اونجایی که من میدونم یه بیماری افسردگی حاد دارن و هر از چندگاهی به باغ وکیل آباد مشهد و یه جاهایی هستش که منتقل میشن و بدون اینکه با کسی صحبت کنن زل میزنن یه جایی و از محیط طبیعت رو اینا استفاده میکنن و احتمالا این دفعه هم همینطوری بوده. بعد از اینکه اون شایعه رو ما مطرح کردیم، 4-5 روز بعدش ایشون که به گوششون رسیده بود و فضای مجازی پر از ابهام شده بود و شایعات و اینها، که ایشون بالاخره اومدن و با ادبیاتی دورفشانتر از ادبیات سید احمد علم الهدا و احمد خاتمی و نقدی و اینها، باز یک دفعه دیگه دهن آمریکا رو با ادبیاتشون مورد به قول خودشون عنایت قرار دادن. اما بله، این شایعات هست و بالاخره بیماری افسردگی مخصوصا از بعد از سال 88 ایشون بسیار بسیار لطمه خورد از نظر روحی، چون از 88 به بعد بود که دیگه تقریبا مردم انتقادهای علنیشون رو شروع کردن و پرده ها افتاد و اینها و به ایشون شروع کردن انتقاد کردن. ایشون در محافلی عنوان کرده بود که آره خیلی لطمه بدی بود به حیثیتشون. اون بیماری از اون موقع به بعد شدت گرفت.
و الانم روشن نیست که به هر حال وضعیت سلامتش روشن نیست، یعنی مبهمه. و خب چون قضیه محرمانه یه و سعی میکنن که حتی شما ادبیات مسئولین رو هم ببینید در این 20 روز 25 روز هیچ تغییری نکرد و هیچ کس هیچ گمانه این رو منتشر نکرد. معمولا مثلا بعد از فوت آیت الله خمینی یا حالا قبلش تو اون مقاطعی که شما نگاه بکنید میبینید که ادبیات مسئولین نظر ادبیات نگران کننده ای بود راجع به سلامتی ایشون که مردم دعا کنید و اینجوری و اینها، منتها چون فیلترهای امنیتی زیادی دارن در قبال انتشار این اخبار طبیعتا یه ذره تو جامعه این اخبار منتشر نمیشه، که البته تو فضای مجازی گویا یکی دو نفر عنوان کرده بودن که حال آقامون خوب نیست و حال رهبرمون خوب نیست و دعا کنید و اینها، که این شایبه رو با توجه به اینکه اون ملاقات اعیاد دو تا عید تعطیل شد تقویت کرد که ایشون سلامتیشو خوب نیست و در وضع خوبی نیستن. عرض کنم که برای بعد از ایشون آیا کلیت نظام اندیشه‌ای کرده چه احتمالی وجود داره اگر امشب مثل این عسکر اولادی ایشون هم جان به جان آفرین تسلیم کنه؟ فکر میکنید چه وضعیتی پیش میاد جناب زم؟ با تدابیری که اندیشیدن البته حدسان این هست که کسی رو نذاشتن که بعد از ایشون یک حالت تأسفی برای کشور وجود داره. انقدر تو این 4-5 ساله و پای اخیر اینها افراد رو تخریب کردن دیگه کسی نمونده. بعید میدونم که مجموعه درونی نظام کسی رو به غیر از ایشون به عنوان رهبری قبول بکنه. البته تدابیری اندیشیدن با ایجاد جبهه پایداری و این افرادی که هستند و بادمجون رو قاپچینن و مدام تعریف ها و تمجید های بی خودی و علکی میکنند و اینها رو اصلا پرورش دادن برای همین روزها، برای همین مواقع، که به نظرم مهمترین گزینه ها که میتونه بعد از ایشون، یعنی روش کار کردن که رهبری رو بتونه بر عهده بگیره، به نظرم هم موروثی کردن ولایت فقیه هست که دنبالش هستن. ببینید شما دقیقا در همین زمانی که اخباری درباره سلامتی ایشون منتشر میشه عکسی هم از پسر ایشون منتشر میشه در فضای مجازی که در حال تدریس درس خارج فقه هست، که نشون میده که پسر ایشون غیر مستقیم در حال تلقین هستند که ایشون مرجعیت رو گرفته و درجه اجتهاد رو در حقیقت گذرونده و داره تدریس درس خارج فقه میکنه. به نظرم انتشار این موارد و اینها کاملا هدفمند هست و داره به مجموعه نظام و کسانی که میفهمند، کسانی که میدونند در حوزه علمیه اینها این مدارج علمی رو یه ذره باهاش آشنا هستن، میدونن که انتشار این مورد که به فرض آقا مشتبه ایشون درس خارج فقه رو داره تدریس میکنه، پس دیگه به مرجعیت رسیده و به درجه اجتهاد رسیده و بعد از آقای خامنه ای قرار هست که ایشون رهبری رو به عهده بگیره. بعید میدونم، البته مردم باید ببینه واکنش مردم چی هست، مردمی که تو این فشار اقتصادی و اینها گرفتار شدند آیا میذارن، آیا قبول میکنند که همچین جانشینی بخواد انجام بشه. ولی با محوریت جبهه پایداری و اینها که میبینیم بالاخره حد اکثر رأی اینها 4 میلیون نفر رأی بود در انتخابات ریاست جمهوری اخیر و دارن اون 4 میلیون نفر رو سازماندهی میکنن که از توش 500,000 تا آدم استشهادی در بیارن که از جانشون هم بگذرن، اگر مردم مقاومت جدی انجام ندن بعد از فوت ایشون طبیعتا برنامه هایی هست که پسرشون به عنوان رهبر معرفی بشن. عجب.
عرض کنم صحبت از مرگ و میر اینا شد، عسکر اولادی عرض کنم مرد، این چه آدمی بود آقای زم؟ چه اندازه عرض کنم تأثیر داشت در این اوضاع احوال و مرگش تغییراتی رو موجب میشه؟ آقای عسکر اولادی از اون تیپ افرادی بود که جزء در تقسیم بندی سیاسی جزء جناح راست سنتی در حقیقت و راست متمایل به سمت بازار محسوب میشد. ایشون سوابق مبارزاتی زیادی داشته قبل از انقلاب و تقریبا اولین اسمی که از ایشون اومده در سال 1343 بوده، روز اول بهمن ماه 43 که گروه فدایان اسلام حسن علی منصور رو جلوی میدان بهارستان مجلس شورای ملی اون زمان ترور میکنه و محمد بخارایی حسن علی منصور رو میزنه با 3 گلوله و متعاقب اون سریعا ظرف 2-3 روز 4 نفر دستگیر میشن. محمد بخارایی دستگیر میشه، صفار هرندی دستگیر میشه و کاظم نیک نژاد دستگیر میشه، به اضافه یکی دیگه دستگیر میشن و اینها همون یکی 2 روز بعدش هم به دادگاه نظامی سپرده میشن و 4 تاشون تیربارون میشن. بعد از اون ساواک یه سری افراد رو دستگیر میکنه و میاره تو دادگاه نظامی به فاصله 2-3 ماه بعد که آقای عسکر اولادی هم جزء عقبه اقتصادی و حمایت کننده مالی سازمان فدائیان اسلام بوده. شاه اون زمان یک نامه ای رو به دادگاه فدائیان اسلام میده و میگه که کسانی که در محضر دادگاه نظامی اعلام کنند که در حقیقت یک جمله رو اعلام کنند سپاس شاهنشاه ها و درخواست عفو ملوکانه بکنن، اینها رو دادگاه نظامی حکمشون رو تقلیل بده و از اعدام تبدیل بکنه به احکام حبس بلند مدت. آقای عسکر اولادی تو این دادگاه بلند میشه و اعلام میکنه که من عفو ملوکانه رو میخوام و اون عبارت رو در محضر دادگاه تکرار میکنه سپاس شاهنشاه ها و مورد تخفیف قضایی قرار میگیره، تخفیف قانونی قرار میگیره و مثل که تا سالهای 55-56 هم دیگه حکم حبسش ادامه پیدا میکنه و تا میرسه به انقلاب و دیگه از زندان آزاد میشه. بعدها من سالهای اوائل دهه 80 بود دیدم که یک خبرنگاری از ایشون اون مورد رو سوال کرده بود که شما در دادگاه سال 43-44 که برگزار شد شما خواستار عفو ملوکانه شدین و گفتین سپاس شاهنشاه ها و اینا به خاطر این که حکم اعدام نگیرید، قضیه دادگاه چی بود و اینا، که ایشون قضیه رو شرح میده و میگه که من طبق احکام اسلامی تقیه کردم و وقتی در احکام اسلامی وجود داره که وقتی جان آدم به خطر میفته میتونید تقیه بکنید که جانتون رو حفظ کنید، یعنی نه حقیقت یک پوشش مذهبی براش درست میکنه و دیگه هم بعدش ندیدم که جایی راجع به این قضیه اظهار نظر بکنه. اما این که الان خدمتون گفتم من سالهای 74 و 75 اینا یه جایی کار میکردم به عنوان محقق درباره تاریخ انقلاب از سالهای 1338 که آیت الله بروجردی اومد و مرجعیت بود و اینها تا فوت کرد و آیت الله خمینی مرجعیت رو گرفت و تا تبعید و 13 آبان و این اتفاقاتی که افتاد تو اسناد ساواک مشاهده کردم این رو، یعنی چیزی نبود که به صورت رسمی انتشار پیدا بکنه، یک چیز محرمانه بود تقریبا و ایشون هم البته یه ذره خودش از حالت محرمانه بودن این رو در آورده بود. یک فردی بود که بالاخره به جناح راست سنتی تعلق داشت و نگاهش نگاه بازار و مؤتلفه و اینها بود، طبیعتا از یک حاشیه امنی برخوردار بود و تیم مؤتلفه معمولا رانت‌های اقتصادی زیادی داشتند. الان برادر ایشون به فرد مثلا
جزء یک رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هست و مونوپول صادرات 4-5 تا محصول از جمله خشکبار، اینها دست برادر ایشونه و خودشون هم بیشتر به عنوان چهره اقتصادی شناخته نمی شدند. یک چهره سیاسی داشتند، اما برادرشون اسدالله اسکرالدی یک چهره اقتصادی بود و فردی بود که آدم با ادبی بود در عرصه سیاسی، فرد تازه به دوران رسیده نبود که بخواد توهین های خیلی بدجور بخواد به کسی بکنه و اینها. این ادبیات تیم آقای احمدی نژاد و اینها که باب کردن تو کشور و تیم جبهه پایداری و سعید جلیلی و اینها یه ذره اینها باب کردن تو کشور، از اونها فاصله زیادی داشت و علاقه زیادی به آقای هاشمی رفسنجانی داشت، گرچه در سالهای ابتدایی دولت احمدی نژاد سال 84 85 86 یه سری مواضعی علیه هاشمی رفسنجانی میگرفت، مواضع زیادی داشت که علیه خواهی خاتمی گرفته بود توی دوم خرداد و اینها، اما این آخری ها میخواد جبران کنه و دیگه میدونست که داره میمیره، چون یه بیماری طولانی مدت هم داشت، عمل قلب باز کرده بود و بعد از 2-3 ماه تبدیل شده بود به مریضی ریه، میدونست که داره میمیره و اینا یکی دو تا موضع گرفته بود که میخواست یه ذره گناه خودشو کم بکنه و اینها، که بعد میگفت دیگه موسوی چهرولی فسنگر نیستن و من با اینا کار کردم و اینها بازی های خود نظام بوده و آقایون که نمیان اون دنیا تو قبل من جواب بدن که آخرت من که اینها نیستن و اینا، من وظیفه دارم چیزی رو که میدونم بگم و یه ذره خودش عاقبت به خیر که، یعنی یه ذره این استدلالش، این حرفاش تو ذهن مردم موند و باعث شد که دیگه الان مثلا مردم یه ذره بگن خدا بیامرزتش، خدا رحمتش کنه مونده، ولی یه همچین تیپ آدمی بود. بله، عرض کنم که به هر حال مردم ایران فراموش نمی کنن این و امثال این اساساً با جنایت و خون بر سر کار اومدن، همون ترور حسن علی منصور بگیری که این بابا توش دست داشت و بعد همه جنایت ها و قارتگری ها، یار قارش محسن رفیق دوست بزرگترین سارق مملکت بوده دیگه در حقیقت اینها. بله، آقای لاجوردی دوست صمیمیش بود، آقای رفیق دوست که رفیق صمیمیش امروز اولین کسی که مطلع میشه از قضیه فوت ایشون محسن رفیق دوسته و تو بیمارستان با برادرش میره و بالاخره اینها بوده، یک لایه های زیرین قدرت باهاشون ارتباط داشتن، ارتباط خوب داشتن و اما ارتباطش با آقای خامنه‌ای زیاد خوب نبوده. شما مثلا مشاهده کنید می‌بینید تو قضیه بیمارستان ایشون هم آقای خامنه‌ای اصلا نمیره ملاقات ایشون و یک نماینده میفرسته برای ملاقات ایشون، در صورتی که خب ایشون خیلی فرد مهمی بود در مبارزات قبل از انقلاب، بالاخره استارت مبارزات قبل از انقلاب با اون تفکر فدایان اسلام استارتش بالاخره با حمایت‌های مالی اینها شکل گرفت. اندرزگو تا سال 56 فراری بود و ساواک تو ماه رمضان بالاخره یه جا گیرش میندازه، رو پشت بوم خونش میکشنش و خیلی هاشون بودن که تو زندان بودن و بالاخره، ولی خب نمیشه اینها رو همون جوری که شما گفتید بالاخره اول انقلاب خیلی تصفیه ها و اینا انجام دادن که اینا سکوت کردن و حالا با یک مواضعی که حالا تو سن 80 سالگی طرف آخر عمرش میگیره و اینا، زیاد ملاک این نیست که حالا چه مواضعی گرفته و اینا، بالاخره تاریخ زندگیشو، تاریخ مبارزاتشو، تاریخ اینا نشون میده که اینا به فرد مثلا در قضیه مثل اعدام های سال 67 و اینا خب اصلا ساکت بوده ایشون یا اصلا مواضع تایید کننده این اعدام ها رو داشته دیگه. حالا اینو افرادی که تحقیق میکنند و اینها باید یه ذره بشینن در بیارن که ایشون سال 67 چه مواضعی داشته، قبلش چه مواضعی داشته، زمان اعدامی که خلخالی میکرده چه مواضعی داشته. طبیعتا مواضع همراه بوده، مواضع غیر همراهی نداشته، چون اگه غیر همراه بود که خب میذاشتنش کنار از بود قدرت و اینا مثلا اسمی رسمی اینا ازش نبود.
بله، ارز کنم در همین مورد موزه سال 88، ضمن اینکه گفته نه من کروبی موسوی رو فتنه‌گر نمیدانم، ولی در همین جا هم گفته که در اون انتخابات تقلبی صورت نگرفته. شما فکرشو بکنید، یعنی دیگه 88 این صحبت که ایشون کرد تقریبا فکر میکنم 7 ماه یا 8 ماه پیش مطرح کرد، یعنی زمانی بود که دیگه مریضیش یه ذره شدت گرفته بود و با مریضی دست و پنجه نرم میکرد و اینها، که من یادمه 2-3 تا موزه ایشون گرفت، 2-3 تا موزه هم اونقدر بهش فشار آوردن و اینا که یکی دو بار پس گرفت، یکی دو بار انداخت کردن خبرنگار و اینها، ولی دیگه آخری رو دیگه گفت دیگه با اینکه پس گرفتم و اینها، ولی دیگه باز مطرح کرد که اینها فتنه‌گر نیستند و اینها نظام اینها رو با برچسب فتنه‌گر بالاخره راهی زندان و حصر و اینها کرده، افرادی رو گرفتن و اینها، در صورتی که انتخابات 88 شایبه داشته و باید بالاخره نظام جواب میداده و اینها، موازه اینطوری گرفت. نه. و یه ذره الان بیشتر من مشاهده میکنم مردم این بیشتر یادشونه تا این که بالاخره میگن آقا یه آدمی بود که سعی کرد میخواست جبران کنه، میخواست چی بکنه، حالا بالاخره مهلت نداد. یا داوری با خداوند. اما صحبت از فتنه و اصحاب فتنه کردید، آیا هیچ شانسی موسوی و کروبی دارند که از این حصر خانگی نجات پیدا کنند؟ من قصد داشتم شب عاشورا تقریبا میشه هزارمین روز حصر آقای موسوی و کروبی و 2-3 تا مناسبت داره، یکی اینکه شب عاشوراست، بالاخره مناسبت مذهبیه و مردم خیلی محرم رو تو ایران پاس میدارند و اینها، و بالاخره در مجامع مذهبی شرکت میکنند. 100 روز دولت آقای روحانی متقارن شده با 100 روز دولت آقای روحانی. قصد داشتم یکی دو تا مطلب رو منتشر بکنم که البته این رو انجام میدم، در حال نگارشش هستم. 2-3 تا ملاقاتی انجام شده بود که آقای خامنه ای با 2-3 نفر ملاقات کرده بود، با آیت الله امینی مصاحبه ملاقات کرده بود ایشون درباره رفع حصر. عرضم به حضورتون که با آیت الله استادی ملاقات کرده بود راجع به رفع حصر، با آقای جهانگیری معاون اول دولت‌های روحانی ملاقات کرده بود برای رفع حصر. به اینها بالاخره مطالبی گفته بود که مطالب تندی بود، یک بارقه امیدی بود که بالاخره در هزارمین روز حصر یک گردشی انجام بشه. اما یه دفعه در عرض یکی دو هفته همه چی ورق برگشت و آقای شمخانی که نصب میشه برای دبیری شورای عالی امنیت ملی میره پیش آقای خامنه ای و بالاخره اظهار میکنه که ما باید رفع حصر رو انجام بدیم و اینها. آقای خامنه ای خیلی بهشون میتوپه و خیلی با اون تعابیر بد که حالا بالاخره تو یک سخنرانی رسمی وقتی ایشون از عبارات خیلی بد استفاده میکنه، حرامزاده و نمیدونم یاوه و یاوهگو و بزنیم دهنشون رو خرد کنیم و پاشون رو بشکنیم و نمیدونم از این عبارات وقتی به کار میبره، دیگه تو ملاقاتهای خصوصی یه ذره بازتر ایشون رفتار میکنه. یک موضعی آقای شمخانی قرار بود بگیره که منوط کرده بود به مذاکره با رهبری، میره پیش رهبری و میگه که بالاخره ما باید رفع حصر رو انجام بدیم. آقای خامنه ای اول بهش میتوپه، اصلا اینا به کشور خیانت کردند، اینا چجوری دنبال رفع حصر، اینا کشور رو بردن تا لبه پرتگاه، یادتون نره جنایاتی که اینا کردند، آدمایی که کشتند اینها. جالبه که ایشون میندازه گردن موسوی و کروبی و میگه که این آدما رو اینها کشتند. و بعد از صحبت های آقای خامنه ای، آقای شمخانی به ایشون یادآوری میکنه که شما توی صحبتی که با آیت الله امینی داشتین، با آیت الله استادی از حوزه‌ای قم داشتین، با آقای جهانگیری معاون اول دولت‌های روحانی داشتین، خیلی نرم تر صحبت کرده بودین، گفته بودین که حالا بالاخره داریم بررسی میکنیم که ایشون آزاد بشه، شورای امنیت ملی
بیاد وسط و این قضیه رو تموم بکنه، بذاری دلیلش مشخص بشه و اینها، که بعد آقای خامنه‌ای یه دفعه جا میخوره، مثل که نمیدونسته که شمخانی در ریز صحبت ایشون با این سه نفر هست و اینها، یه موضع نرمتری میگیره، میگه بالاخره ولی یادتون باشه که اینها خیانت کردن، اما در نهایت هر تصمیمی که شورای عالی امنیت ملی بگیره من هم حمایت میکنم. متعاقب اون صادق لاریجانی و محسنی اجعی و پور محمدی و اینها بعد از اینکه از این نشست خبردار میشن شروع میکنن موضع‌گیری رسمی کردن. صادق لاریجانی دو سه بار موضع‌گیری علنی میگیره که اصلا ما با دنباله اینها برخورد میکنیم، هر کدومشون هم که از خارج کشور برگردن فلانشون میکنیم، بیسارشون میکنیم و اینها، و بالاخره موکول میشه به این که آقای خامنه‌ای به نشست بعدی که آقای خامنه‌ای با آقای روحانی یک جلسه ای رو میذاره و تلویحی به ایشون میگه که شما فعالیت دولت رو دو دسته بکنید، به یعنی این بسیار حرف خطرناکیه برای یک رئیس جمهور که آقای خامنه‌ای بهش میزنه و اینها، این شما فعالیت دولت رو دو دسته بکنید، یک دسته رو بذارید برای سیاست داخلی، یک روی کردم در حقیقت سیاست خارجی دولت، سیاست داخلی رو زیاد دخالت نکنید، سیاست داخلی رو نهادهایی هستن که دارن دنبال میکنن، ما هم داریم نظارت میکنیم و اینها، دخالت دولت در امر سیاست داخلی موجب میشه که یک هرج و مرجی در کشور به وجود بیاد و این ثباتی که ما تونستیم ایجاد بکنیم، گرچه حالا با آقایون میگن ثبات و اینها، ولی با ضرب و زور و اینها تونستیم ایجاد بکنیم، این به هم میریزه اگه دولت بخواد دخالت بکنه و اینها، شما تو بحث سیاست خارجی متمرکز بشین، یه ذره مشکل مردم رو برید حل بکنید، تحریم ها و اینا رو بردارید، یه ذره مشکل مردم، یه ذره روابط با دنیا خوب بکنید و اینها، که با توجه به این نقل قول موثقی که من شنیدم که یک فرد موثق اینها رو همه رو بیان کرد و اینها، این شایعه‌ای که قبل از انتخابات داشتم مبنی بر این که رئیس جمهور بعدی از نظر آقای خامنه‌ای چه کار باید بکنه و اینها، که توی محافل خصوصی یه ذره مطرح میشد که آقای خامنه‌ای رئیس جمهور رو میخواد که هیچ تغییری در وضعیت داخلی ایجاد نکنه و یه ذره وضعیت معیشتی مردم رو درست بکنه، یه ذره به سمت ارتباط خوب با کشورهای دیگه بره و این تحریم ها رو یه کاری کنه بردارن و اوضاع اقتصادی مردم رو یه ذره تو داخل کشور یه تکونی بده و به سیاست داخلی هم کاری نداشته باشه. خب اینو قبل از انتخابات من شنیده بودم و یه ذره منتظر علائم و نشانه هایی بودم که ببینم که این چقدر میتونه صحت داشته باشه، آیا تو عمل کرده آقای خامنه‌ای هم این قضیه نشون داده میشه یا نمیشه. دیدم که بله، با این نقل قولی که مطرح شد و با در حقیقت یکی دو واسطه از افراد خیلی مهم، افرادی که دخیل هستند در این صحبت ها و این سیاست ها و تصمیم گیری ها و این ها، با یکی دو تا واسطه به من منتقل شد و من به این نتیجه رسیدم که آقای خامنه ای دست آقای روحانی رو تو سیاست داخلی کوتاه کرده. سه چهار تا قرینه دیدم از این رفتار آقای خامنه ای، یکیش یکی دو تاش معرفی وزرا بود که ایشون اصلا نداشت وزرایی که مورد تایید آقای روحانی و رئیس جمهور بودن به مجلس معرفی بشه، وزیر علوم و اینها رو کلن مخالفت کرد باهاش، سه تا وزیر رو در رأی اعتماد اول کابینه مخالفت کرد که نذاشت این سه نفر وزیر بشن، بعدش هم که آقای توفیقی رو مخالفت کرد به عنوان وزیر معرفی بشه و آقای میلی فرد و اینها، و عملا ایشون نذاشت که اینا وزیر بشن، یعنی گفت دیگه نباید وزیر بشن. یکی این بود، یکی هم عرضم به حضورتون که الان بعد یه سرچی بکنم دقیقا یادمه، دو سه تا مورد اینجوری پیش اومد که دست دولت رو در عرصه سیاست داخلی بستند و گفتن دولت نباید تو آزادی ها و بحث آزادی زندانیان سیاسی و اینها رو واگذار بکنید به همون تشکیلات و اینها رو که دارن انجام میدن و تو این 3-4 سال انجام دادن و سپاه و وزارت و نمیدونم اینها کادرهای از وزارت، و دولت فقط در اصل سیاست خارجی فعال باشه. الان میبینید که
دو سه روز پیشم دیروز پریدوزم که ایشون صحبت کرد، فقط راجع به بحث سیاست خارجی صحبت کرد و اون یه ذره اون افسار اون تندروها رو داخل ایران کشید و اینا بچه های ما هستن و فلان و اینها، در صورت که 10 سال پیش هم آقای خامنه‌ای با همین عبارت که این دیپلمات‌ها فرزندان ما هستند و دارن میرن مذاکره میکنن سال 82 در زمان دولت های خاتمی همین رو مطرح کرد و بعدش هم همه کاسه‌کوزه ها رو که اینها فاسد بودند و میخواستن با امریکا مذاکره کنند و ما نذاشتیم و ما خوشبین نبودیم و تعلیق هسته‌ای انجام دادن 2 سال و اینها رو همه رو انداخت کردن آقای خاتمی. به نظرم بازی همچین جا خالی ایشون قراره بده با 2-3 بار که عنوان کرده من خوشبین نیستم و من خوشبین نیستم و به روابط با غرب و فلان و اینها اینا فریب کنند و اینها، به نظرم یه جا خالی اینطوری هم میده و بعد 3-4 سال دیگه باز همه چی رو میندازه گردن تیم آقای روحانی و اینا، میگه اینا خواستن با آمریکا مذاکره کنند و ما خوشبین نبودیم و ما نذاشتیم و مثلا اینا میخواستن امتیاز بدن و ما نخواستیم و یه آدمی مثل سعید جلیلی رو باز میارن اگه عمرشون کفاف بده میکنن به عنوان رئیس جمهور و اینا که ادبیات مقاومت رو پیش بگیره در برابر قرار. اما یه ملاقاتی هم داشتن با علی جنتی وزیر ارشاد بود، چون علی جنتی یک اظهاری کرد که خیلی سر صدا کرد، یک اظهار نظری کرد خیلی سر و صدا کرد تو محافل داخلی و گفتش که من دنبال روی راه مهاجرانی ام در وزارت ارشاد و میخوام سیاست های خاتمی و مهاجرانی رو در وزارت ارشاد دنبال میکنم و عین همون رو پیگیری میکنم. بعد از اون آقای خامنه ای میخوادتش و میره پیش آقای خامنه ای و میگه اصلا شما بی خود حرفی زدی، سیاست های زمان آقای مهاجرانی و آقای خاتمی و فلان و اینها که اصلا سیاست های وادادگی فرهنگی بود، اصلا شما رو چه حسابی این حرف رو زدیم؟ ما قرار نیست برگردیم به اون سیاست ها، ما قرار نیست، شما قرار نیست برگردی، شما این چیزی که ما میگیم و اجرا میکنی و فلان و اینها، که بعد یه ادبیات علی جنتی یه گردش کاملا محسوسی پیدا میکنه و میره به سمت این که حتی روزنامه بهار توقیف بشه و حتی به فرض مثلا فشار بیارن برای بستن فضای فرهنگی کشور. این 2-3 تا قرینه من پیدا کردم نسبت به این که آقای خامنه ای قصد نداره که یک سری آزادی های فردی، آزادی های سیاسی و اجتماعی و اینها تو داخل کشور به وجود بیاد و بحث‌های داخلی رو از آقای روحانی هم من کرده و سپرده به نهادهایی که زیر نظر خودش هستن، اینها دارن سیاست داخلی کشور رو متاسفانه دولت در سایه داره پیگیری میکنه و سیاست خارجی رو هم دادن با آقای روحانی که شما خوشروید و خوشخندید و سیاست رو بلدید و چم و خمش رو بلدید، برید ارتباط برقرار کنید با دنیا، بعض مردم رو خوب کنید، ما هم داخل رو میشرخونید. الان همین امروز این علی جنتی خواستار اقداماتی برای کاهش محدودیت دسترسی به سایت های اینترنتی و استفاده از شبکه های اجتماعی شده، گفته که فیسبوک باید برای همه قابل دسترسی باشه. در این زمینه چه نظری دارید؟ ببینید بحث رفت فیلترینگ از فیسبوک خیلی وقته که مطرحه. یک دبیر شورای عالی مجازی بود، یک شورای عالی مجازی درست شد زمانی که بعد از قضایای سال 88 اومدن خیلی بازنگری ها کردن در سیاست ها و اونا، یکیش همین تشکیل شورای عالی مجازی بود با دستور مستقیم آقای خامنه ای که زیر نظر رهبری همه داره میشه. خب این شورای عالی مجازی خیلی عضو داره، یعنی از وزرای مربوطه هستن اینا و اصلا زیر نظر دولت هم عمل نمی کنه، یعنی در حقیقت رئیس جمهور هست به عنوان این که رهبری اختیاراتش رو در اون شورا تفویض کرده به رئیس جمهور، اما بالاخره خودش اعمال نفوذ میکنه و اینها دیگه. دولت خیلی تلاش کرد که کادر این شورا رو تقریبا یه سری تغییراتی بده با توجه به اینکه وزرا عوض شدن و اینها و نصف بیشتر ترکیب این شورا از وزرای مربوطه است، وزرای خارجه، وزرای کشور، وزیر
ارزم به حضورتون که ارشاد، وزیر مخابرات، اینها همه عضو این شورا هستن. اینا خیلی تلاش کردن که، یعنی تیم رهبری خیلی تلاش کرد که دبیر این شورا عوض نشه، اما من تو خبرها خوندم که یک هفته پیش دبیر این شورا عوض شد و یک فردی رو گذاشتن که یه ذره دید بازتری داره نسبت به فضای مجازی و اینها. دارن به این سمت میرن که فضای مجازی رو باز بکنن، مثل اظهار نظرها. و فضای مجازی هم در حقیقت الان برای مردم باز هست، مردم دارن میان میرن، بالاخره حالا با یک فشاری هم اگه وجود داره یک بالاخره یه سختی رو تحمل میکنن و تو این فضا دارن فعالیت میکنن. اما اینکه به صورت رسمی بخوان باز بکنن اینا، من یه ذره چیز دارم، یعنی یه ذره اینها رو باز در حد حرف و حدیث و اینها میدونم، باز اون مجموعه‌ای که آقای خامنه‌ای بالاخره داره هدایتش رو بر عهده گرفته و تمرکز قدرت در دست آقای خامنه‌ای و دولت زیاد کاره این نیست تو مسائل داخلی و اینها، بعید میدونم که در کوتاه مدت این اتفاق بیفته و نمیذارن. یعنی اینها وزرایی هستن که معمولا بالاخره با یه توپ و تشر و اینها با یک حرف چیز حرفشون رو تا 6 ماه عوض میکنن و منطبق میکنن به مواضع آقای خامنه ای. بعضی موقع ها پیش خودم فکر میکنم میگم به فرد مثلا یکی که آقای خامنه ای ازش بخواد یه ذره روش وقت بذاره و کار بکنه و اینا، زمان احمدی نژاد مثلا این آخرها 2-3 سال آخر دیگه احمدی نژاد علنا نیست تا جلوی آقای خامنه ای، مثلا تو مواضعش هم من فکر میکنم میگم کاشکی مثلا با تمام بدی هایی که احمدی نژاد داشت، اما این خصلت خوب رو بالاخره وزرای این دولت یا رئیس جمهور رو اینا داشتن که میتونستن وایسن و حرفشون رو به کرسی بشونن. ولی بعید میدونم در کوتاه مدت چنین اتفاقی بیفته، حداقل تا 7-8 ماه آینده، 1 سال آینده این اتفاق نمیفته. به همین راحتی نمیذارن مجموعه زیر نظر رهبری نمیذارن، مگر اینکه دولت مستقر بشه، 1 سال از کارش بگذره، یه ذره سوار بر امور بشه و بخواد مشکلات رو حل بکنه و اینها، و مثلا فیسبوک رو بخواد آزاد بکنه. ولی اینها در حد اظهار نظر یه ذره عوامانه. بله، حتی این وزیر ارشاد در ارتباط با ماهواره و تلویزیون‌های ماهواره‌ای گفته ایجاد پارازیت، ممانعت در دسترسی به شبکه‌های ماهواره‌ای نمی‌تواند تأثیرگذار باشد، باید به فکر راه حل باشیم و با تولید محتوای جذاب و مفید مانع استفاده از تلویزیون بیگانه و رسانه‌های دیجیتال خارجی بشیم. به هر حال حرف‌های عجیب غریبی زدیم. البته این حرف ها سابقه هم داشته قبلا، یعنی به نوعی شما نگاه بکنید میبینید که این حرف ها سابقه هم داشته. یکی از موانع در حقیقت اینها دارن یک زمین مقدم چینی میکنن. ببینید این رو باید در نظر داشته باشیم که حکم ریاست آقای زرقامی خرداد ماه سال دیگه تموم میشه، یعنی ما الان تا تعویض آقای زرقامی سازمان صدا و سیما تقریبا 6-7 ماه دیگه فرصت داریم و اینها بعد بالاخره این حرفی رو که زده میشه و مجموعه داره این حرف رو میزنه، بالاخره وزیر ارشاد به عنوان متولی بخش فرهنگی کشور، متولی رسمی دستگاه فرهنگی کشور، این یه اهدافی هست که اینها رو مطرح میکنه. چون زرقامی بالاخره این سالها بعد از مخصوصا بعد از سال 88 لطمه بسیار زیادی به صدا و سیما زد، مردم 15 روز تو خیابون بودن و صدا و سیما یک کلام از حضور میلیونی مردم تو خیابون ها حرف نمی زد، مثلا دست پاچه بودن نمیدونستن چیکار باید بکنن. یه راهپیمایی 25 خرداد بود که میلیونی بود و بالاخره 25 و 27 اینها برگزار شد و اینا، صدا و سیما من یادمه یه خبر کوچولو دیگه مثلا نقل کرد که گروهی از مردم مثلا امروز از میدان آزادی، مثلا از میدان امام خمینی توپخونه تا مثلا میدان آزادی راهپیمایی کردن، هیچی نمیگفتن. لطفه بزرگی زد صدا و سیما، عدم صداقتش رو نشون داد
و اعتماد مردم خیلی خدشه خورد در بحث 88 به رسانه ملی جمهوری اسلامی. به خاطر همین این حرف ها میشه تقریبا یک زمینه چینی برای 6-7 ماه آینده که آقای زرقامی قراره حکمش تموم بشه و 10 سالش پر شده و آقای خامنه‌ای باید یه نفر جدید معرفی بکنه برای ریاست سازمان صدا و سیما. میخوان فشار بیارن که گزینه مطلوب دولت که منطبق با شعارها و سیاستهای شعارهای تبلیغاتی آقای روحانی بوده بالاخره این معرفی بشه که بتونن یه ذره فضای فرهنگی رو باز بکنن. حالا در مورد مسائل داخلی که رهبر فرمودن که روحانی کاری به کارا نداشته باشه، من جمله حتما این مسئله حصر رو هم باید دست بکشه و اصراری به این قضیه نداشته باشه با این اظهاراتی که شما میفرمایید، در ارتباط با سیاست خارجی چه اندازه دست و بال روحانی و دولتش بازه؟ ببینید تو سیاست خارجی که دست و بال دولت رو کاملا باز گذاشتن، یعنی بالاخره شاید هم بشه گفت این غیبت این چند روزه یا آقای خامنه ای یک قسمتش هم بد نبوده برای ایشون که اظهار نظر نکرده در فضای عمومی کشور و متشنج نکرده، چون الان بالاخره یک ایشون مونده سر یه دوراهی دیگه در حقیقت، تایید بکنه مذاکره با آمریکا رو یا تایید نکنه. اگه تایید بکنه قشر عظیمی از افرادی که بالاخره 30 سال 35 سال اینا شعار مرگ بر آمریکا دادن و این شعار در حقیقت با این شعار دارن زندگی میکنن، خیلی ها هستن بالاخره ایده های آرمانگرایانه دارن، مقاومت و اینها، مثلا وقتی میگن مش میزنیم تو دهان آمریکا نمیدونن دهان آمریکا دقیقا کجاست، یعنی فکر میکنن مثلا دهان آمریکا مثلا یه جسم قابل انعطافه که مش بزنیم الان مثلا میشکنه یا میتره، که مثلا اینها این ذهنیت رو ندارن. اما ببخشید، اما اینکه باز گذاشته دست دولت رو تو مذاکرات، چون میدونن که ببینید الان وضع کشور بسیار وضع خرابیه، یعنی یه سری آمارها منتشر میشه این که اصلا دولت اصلا تو خزانه پول نداره، این یا همین یارانه های نقدی که میدن 40,000 تومان 40,000 تومان که مثلا الان 40,000 تومان به پول ایران مثلا میشه در حقیقت 10 دلار برای هر نفر، با وضع دلار و فلان و اینها 10-15 دلار میشه، همین رو هم ندارن بدن و دارن دهک های پایین و بالای جامعه رو دارن حذف میکنن که یه درصدی ایرانیان خارج از کشور یه سریاشون یارانه میگرفتن، خود وزرا، استاندارها، نمایندگان مجلس بالای 80% نماینده های مجلس با اینکه حقوق های بالای 3-4 میلیون تومان دارن ولی باز دارن همین خورده یارانه و اینها رو دارن دریافت میکنن، اینها رو دارن حذف میکنن و اینها، چون دولت واقعا نمیتونه الان ببینید پول نفت رو نمیتونن به کشور منتقل بکنن. دلیل عمده نگرانی وزارت نفت الان اینه که عراق صادرات نفتش رو برده بالا و رسونده به روزی 3 میلیون بشکه صادرات در روز در حقیقت، و این رو تو اوپک گرفته. خب وزیر نفت ایران بسیار ناراحته، دولت ایران بسیار ناراحته، دارن با این که میگن عراق دست جمهوری اسلامیه و سیستم حکومتش اینا، اما عراق حاضر نیستن صادرات نفتش رو بیاره پایین تا ایران بتونه خودش رو جایگزین بکنه و بتونه نفتی رو که کمبود داره بازار جهانی تو بازار عرضه کنه. از طرفی من یه نقلی خوندم که آقای زنگنه چند وقت پیش مطرح کرده بود که از بس حتی کشور پول نداره برای دادن یارانه ماه آینده مردم، یک وزیری رو فرستادند به شیخ نشین امارات و از اونجا پول قرض گرفتند، گفتن ما پول نداریم هزینه جاری کشور رو نداریم بدیم و پول قرض بدیم که بتونیم یارانه های نقدیمون و اینها رو بدیم، و نقله که زمانی که ایشون میره امارات های روحانی گریه میکنه میگه ببین ما چقدر بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، بعد از این کشور فسقلی مثلا بریم پول قرض بگیریم. بسیار وضع کشور خرابه و اصلا هم شوخی بردار نیست اینکه آقای خامنه ای
بالاخره با همه این تبختر و با همه تکبر و استبدادش و دیکتاتوریش و با همه این بددهانیش و اینها، بالاخره میخواد خودش را تک و تان اندازه و بگه وضع کشور خیلی خوبه. و بالاخره تو همین سخنرانی پریروزشون من 4 بار 5 بار گوش دادم، یعنی یه شب تا صبح نشسته بودم فقط داشتم این رو تکرار میکردم که حالتهایشون رو ببینم، نوع کلماتشون رو ببینم که چطوریه و اینها. ایشون باز خودش رو از تک و تا نمیندازه، میگه که برید مذاکره بکنید، ولی من خوشبین نیستم، ما تو دهان آمریکا میزنیم، اینا حرامزاده هم، اینا یاوه میگن، اینا فلان هم، ولی وضعیت داخلی چیز دیگه ای رو نشون میده. نمیدونم ایشون رو چه حسابی بالاخره داره این کارا رو میکنه. و بالاخره اینا در عرصه سیاست یک نوع خودزنیه، دیوانگیه. هیچ رهبری، هیچ رئیس کشوری در دنیا اینطوری رفتار نمیکنه. بالاخره منافع ملی شرطه. از اونور ایران تو سوریه گیر افتاده و هی دارن بالاخره خرج داره جنگ سوریه، دولت سوریه که پولی نداره بده. چند وقت پیش 7-8 میلیارد دلار به دولت سوریه کمک کردن، نیروهای نظامی ایران اونجا میرن، اسلحه هایی که ایران ساخته تو این مدت گرچه حالا جنبه آزمایشی داره ولی دارن میفرستن، انبارا رو یه ذره از اسلحه های جدیدشون خالی کردن فرستادن اونجا که این اسلحه ها تست بشه، چون ایران به غیر از مانورا و اینا دیگه جایی نداره که بخواد سلاحایی که ساخته رو یا شبیه سازی کرده رو در حقیقت بخواد تست بکنه. خب جنگ سوریه شده محل تست این سلاحا و دیگه از اسلحه حتی دیگه معمولی ترینش دیگه ایران داره میده و بالاخره اینها هزینه داره. ایران گیر کرده توی سوریه، غرب داره جنگ سوریه رو داره کش میده، مداخله نظامی نکرد غرب و وضع رو به همین صورت نگه داشت. این وضع برای ایران یعنی یک ویتنامی دیگه برای امریکا، به فرض مثلا یک شبیه سازی ویتنامی دیگه برای یک جنگی برای ایران. این جنگ 2-3 سال، 1 سال دیگه ادامه پیدا بکنه، 6 ماه دیگه ادامه پیدا بکنه، خزانه کشور خالیه و اصلا بالاخره هزینه داره. یا بعد ایران از سوریه بیاد بیرون که این همه هزینه‌ای که کردن همه از دست میره، از بین میره، یا یعنی اینکه بعد بمونه اونجا و این هزینه ها رو ادامه بده، استقراض خارجی بکنن برای جنگ با سوریه. مردم داخل نون ندارن بخورن، مردم داخل برای 50,000 تومان دارن سر همدیگر رو میبرن. تو شیراز یک باند گوسرقت مسلحانه رو گرفتن برای 50,000 تومان آدم میکشتن. خب اینا همه معضله، اینها همه مصیبتیه که گیر بالاخره سیاست داخلی و خارجی ایران افتاده و اینها. بالاخره اینا پارادوکسه و تضادهایی هست که فقط در صورتی که آقای خامنه‌ای بخواد کوتاه بیاد و از این تکبرش و اینها بیاد پایین و اینها قابل حله. ولی نشانه‌ای از آمدن پایین از تکبر نمی‌بینیم. این 13 آبان این بساط بزرگی که چیدند برای سفارت آمریکا نشون میده که نه، اون دسته‌ای که داره این مقاومت رو میکنه در یه جای محکم و استواری ایستاده و یک گام هم عقب نشینی نکرده، در حالی که مثلا اعضای کابینه عرض کنم حسن روحانی میگن این شعار مرگ بر آمریکا به صلاح نیست، از هر سال بلندتر سر داده شد. نه ببینید، بحث 13 آبان، آقای قائم مقام، این سیاست خود حکومته. یعنی ببینید تو همین صحبت‌های دیروز آقای خامنه‌ای هم که نگاه بکنید، ایشون باز بالاخره همه این حرفا رو میزنه که ما رضایت دادیم اینها برن مذاکره بکنن و این بالاخره ضرر نداره برای نظام، تجربه است برای مردم، برای حکومت، اینا تجربه است این مذاکره و اینها. اما بعدش میگه که مردم باید هوشیار باشن، مردم باید همه چیز رو زیر نظر داشته باشن. ببینید این سیاست دوگانه یه که اتفاقا ایران هم این رو از زمان جورج بوش یاد گرفت، یعنی اینها هم خودشون بلد نبودن. آقایون سیاستیه که آقای لاریجانی ازش به عنوان سیاست چماق و هویج یاد کرد در بحث‌های مذاکرات هسته‌ای اینها، زمان آقای خاتمی اینها که می‌رفتن از این سیاست یاد کردن که غرب اول هویج نشون میده بعد مثلا چماق هم می‌زنه و اینها. در بحث زیرین جامعه اینها قصد دارن که مقاومت نسبت به
امریکا رو نگه دارن، شعارهای علیه امریکا رو نگه دارن و بگن که مردم ما مخالف برقراری رابطه با امریکا هستند. اما دولت ما دوست داره که با امریکا رابطه برقرار کنه. خب یعنی همون کاری که خود غرب هم داره میکنه، یعنی خود امریکایی‌ها، کشور اروپایی همشون بالاخره دارن الان صحبت میکنن که ما میخواییم بیان با ایران رابطه برقرار کنیم. شبش به فرض مثلا یه تلویزیونی که تو فرانسه بیشترین بیننده رو داره، کانال پولوس اسمش، میاد فیلم آرگو رو پخش میکنه. خب فیلم آرگو خب معلومه نه فیلم چجوریه، به چه شکل راجب ایران ساخته شده و اینها. همین سیاست چماق و هویج رو هم خود ایران داره دنبال میکنه. یعنی نیومدن، بالاخره یک نظرسنجی شد و این نظرسنجی توی مردم خیلی نتایج این نظرسنجی منتشر شد و یک موجی رو در جامعه ایجاد کرد، اینکه 90% مردم خواستار رابطه با امریکا هستند. یعنی این نشون میده که اینهایی که میریزن تو خیابون و این حرفا رو میزنن و این شعارها رو میدن و پرچم آتیش میزنن، اینا فقط 10% جامعه هست. شاید هم کمتر از اون 10% جامعه باشن. یعنی در یک جامعه آماری کلی بخوایم حساب بکنیم، به فرض مثلا این آمار از بین 100,000 نفر، جامعه آماری 100,000 نفر در اومده، چه بسا اگر این بس پیدا بکنه و به یک جامعه آماری 10 میلیون نفری توی کشور ارتقا پیدا بکنه، ممکنه این 90% هم بشه 95%. ولی خوشبینانه ترین حالت اینه که 90% مردم خواستار رابطه با امریکا هستند. خب این 10% میان شعار میدن و این 10% تقریبا پشتوان خودشون میگن که این شعارهای مردمی و بالاخره مرگ بر آمریکا، اینا پشتوانه دولته. شما دیروز ببینید آقای عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه، یا امروز خانم مرضیه افخم، به عباس عراقچی معاون وزارت خارجه است، مرضیه افخم هم سخنگوی وزارت خارجه، در دو اظهار نظر جداگانه میگن که صحبتهایی که آقای خامنه‌ای کرد و شعار مرگ بر آمریکا، راهپیمایی 13 آبان، اینها پشتوانه خوبیه برای دولت برای مذاکرات ژنو که قرار آغاز بشه برای مذاکره جدید با 5+1. یعنی اینها اینو یک پشتوانه میدونن که میخوان برن سر میز مذاکره. میگن مردم ما با شما مخالفن، میخواید ما با شما رابطه برقرار کنیم، که خب میکنیم، بعد بریم مردممون هم تو داخل راضی کنیم. و میدونید که دیگه پرچم آتیش میزنن و نمیدونم فوش دارن، آگهی تسلیت واسه باراک اوباما تنظیم میکنن و حرامزاده و فلان و اینا میگن و رهبرمون داره میگه حرامزاده و این داره میگه، پس ما کار سختی داریم. یعنی باید بریم رهبر رو راضی کنیم، مردم رو راضی کنیم، فلان بکنیم. حالا شما هم کوتاه بیا دیگه، بالاخره ببین تو دوستانه اگه بخوای عبارت اینطوری به کار ببری توی جمع دوستانه یه همچین چیزی رو لحاظ بکنیم، تصور بکنیم همچین فضایی رو، همین میشه دیگه. میگه آقا مثلا مردم هم با من مشکل دارن، بالاخره ما 4 میلیون نفر داریم که به سعید جلیلی رأی داده، اینا گفتمان مقاومت هم. از این ور رهبری هم که داره میگه من خوشبین نیستم و فلان نیستم و اینا میرن پای میز مذاکره و میگن آقای قبکوتا بیا دیگه، اگه میخوای رابطه برقرار کنی، ببین اگه رابطه برقرار نکنی باز اینا کار دستشون میگیرن. ما الان اومدیم با شما رابطه برقرار کنیم، ما حسن نیت داریم، ما فلانیم، از کجا معلوم؟ ما بریم دولت دیگه بیاد عین سعید جلیلی تو مذاکرات هسته‌ای بخواد پای مصنوعیشو در بیاره بذاره رو میز، یا مثلا یه همچین چیزی تکرار کنه که من این پامو تو جنگ با عراق از دست دادم، این پام هم دوست دارم تو جنگ با شما از دست بدم، اینم پای مصنوعی مثلا میذارم رو میز. یه دفعه این آدمای افراطی میانا، بعدش هم اینام غربم بالاخره طبیعتا هر چی باشه میترسه دیگه، فضا از این بدتر بشه و یه ذره فضا بره به سمت افراطی‌گری و اینا، غربم دو تا سه تا مورد و کوتاه میاد باج میده و اینا، این وسط بالاخره دوستانه میچسبونن و تموم میشه میره. اینا سیاست های خود نظامه و بازی های خودشونه. و یا نه اگه بخواید تو داخل برید و اینها، میبینید واقعا اینکه واقعا احتیاج دارن به اینکه تحریم قرض فلج کننده. شما دارید نفت میفروشید 22 میلیارد یورو فقط پول دست چین مونده، فقط پول دست چین مونده 22 میلیارد یورو که نمیتونی منتقل کنی این پولو به داخل کشور.
و میری طی یه قرارداد کاپیتولاسیون دیگه که بدتر از اون کاپیتولاسیونی که سال 1342 آیت الله خمینی بهش اعتراض کرد، میای میگه همین پول منو بیا فاینانس کن تو داخل کشور، بیا سرمایه گذاری کن. یعنی پول نفت دست یه کشوری دیگه است، بعد میگه بیا همینو فاینانس کن، به اسم خودت بیا تو کشور ما سرمایه گذاری کن که تحریم های نفتی، تحریم های انتقال پول به ایران از امریکا بالاخره شاملت نشه و شامل تحریم قرار نگیری. ببینید اینا معضل، اینا واسه یه کشور بالاخره دردسر به همین راحتی هم نیستش که ما داریم میگیم. و این حالا این تازه آمارهایی که در اومده، خیلی آمارها هست که به مناسبت صدومین روز دولت آقای روحانی گفته بوده که آماری رو منتشر میکنم و اینها. من شنیدم آمار وحشتناکی قرار منتشر بشه و بردن پیش آقای خامنه ای. آقای خامنه ای مخالفت کرده و گفته این آمار منتشر کنی سیاه نماییه از وضع کشور. وضع کشور اینقدر خراب هست، ولی مردم نباید بدونن که ما باید به مردم امید بدیم. شما آمارایی رو منتشر کنید که امید بدیم به مردم، مردم ندونن وضع اینقدر خرابه. بله، عرض کنم که جناب زم، شنیدم که شما در مورد پرونده قتل ستار بهشتی یک گزارشی ارائه کردید، یک تحقیقی ارائه کردید یا یک نظری ارائه کردید. من کنجکاو این مسئله هستم. بله، پرونده قتل ستار بهشتی یکی از اون پرونده هایی که یعنی واقعا ظلم شده به یک خانواده‌ای و این خانواده در موضع مظلوم قرار گرفته. واقعیتش اینه که من تقریبا توی پروسه انتقالم بودم به فرانسه و تو ترکیه که بودم، از سیستم امنیتی یک نفر رو فرستادم، قبلا هم گفتم خدمتتون، یک نفر رو فرستادم تحت عنوان فعال سیاسی که ایشون یک نسبتی هم با خانم رضا، با آقای رضا خندان داشت، شوهر خانم نسرین ستوده، و فرستادنش بالاخره نزدیک ما و به عنوان فعال سیاسی و نزدیکان مرتبط با خانم نسرین ستوده و اینها، و اومد دو سه ماه از ما اطلاعات و جاسوسی و فلان و اینا جمع کرد و فیلم و عکس و اینا رو همه رو برد برای نمیدونم سپاه برد، برای وزارت برد، نمیدونم برای کجا بود، که بعد فاصله 3-4 روز بعدش هم من رو برای عدم انتشار این موارد مورد فشار قرار دادن. از همون زمان این افرادی که بودن توی ترکیه 3-4 نفر هستند که با ستار بهشتی ارتباط گرفتن از طریق فیسبوک و فضای مجازی، که یک نفرشون در ترکیه هست، یک نفرشون اتفاقا نزدیک شماست و در ایالت کالیفرنیاست تو امریکاست و یک بنگاه مسکنی داره که وضعش هم خیلی خوبه، که تو فضای مجازی تقریبا ایشون 90-100 آیدی فیسبوک داره که داره با حکومت همکاری میکنه و اسم مشخصات و عکسش و اینها رو ما در آوردیم، اسم اصلیش رو در آوردیم، با توجه به دوستانی که در امریکا داریم تحقیق کردیم، کمک کردن دوستان که بتونن لابی جمهوری اسلامی رو ببینیم کجاست و شناسایی کردیم و اینها، که خطش از همون نزدیکای شماست تو کالیفرنیا، و یکی دو تا آدم توی تهران تو ایران، که در حقیقت اینها دوره کردند و ستار بهشتی رو لو دادن به پلیس ستار. ما فایل های صوتی داریم که ستار توش میگه که با چی قرار ملاقات گذاشته و چه کسی اصلا لوش داده، شکنجه هاش به چه شکل بوده. این فایل ها رو هنوز منتشر نکردیم، چون تقریبا حدود 24 ساعت گفتگو با ستار بوده قبل از شهادتش، و اینها رو دنبال این هستیم که بالاخره اگر که پرونده قوه قضاییه بخواد بازی های مثل پرونده کوی سبحان و نمیدونم این ماستمالی های پرونده کوی دانشگاه تو دو تا حمله و که یکی محکوم بشه به دزدیدن ریشتراش و اینها رو بخواد در بیاره، من فایل های صوتی رو از همینجا منتشر میکنم. و اصلا یعنی طوری که خود ستار بهشتی میگه که چه شکنجه ای شده، یعنی فایل صوتی شو دیگه منتشر کنیم بعید میدونم دیگه. الان این فایل های صوتی الان این فایل های صوتی در اختیار شماست؟
فایل های صوتی یک بکاپ داره، بکاپش در اختیار منه، اصل فایل ها در امریکاست و مترصد این هستیم که یعنی در حقیقت چون خانواده در ایران تحت فشارند و نمیتونن خیلی قضایی ها رو بگن، ببینید دو سه نفر با پوشش خبرنگار، یعنی افراد خیلی معروفی توی ایران که طرف به فرد مثلا یه پست فیسبوکی میذاره دیگه زیر 1000 تا لایک نمیخوره، یعنی خبرنگار معروفی که اسمش پیچیده و رسمش هست و داره با روزنامه های داخلی همکاری میکنه و اونا، اینها با هماهنگی بازپرس پرونده پشودن رفتن خونه ستار و دو سه تا هدف رو دنبال میکردن تا 5-6 ماه پیش، یعنی تا 5-6 ماه پیش که مورد شناسایی قرار گرفتن، از همون روزهایی که ستار شهید شد اینها با هماهنگی بازپرس پرونده نفوذ کردن به خونه ستار، اما خانواده نمیدونست که اینا وابسته به بازپرس پرونده، فکر میکرد خبرنگار مستقلن، آزادن، دلسوزن، پیگیرن و بعد درخواست هایی رو مطرح کرده بودن که خانواده رو تحت فشار بذارن، اینکه وکیلتون رو عوض بکنین و مثلا خانم گیتی پور فاضل که وکیل شرافتمندی هست و اینها و دستگاه قضایی به هیچ وجه نمیتونه، که بارها وزارت اطلاعات فشار آورده به ایشون که بخواد ایشون رو حل بکنه یا اطلاعاتی بالاخره منتشر نشه یا ایشون از این پرونده بترسه کنار بکشه، ایشون شرافتش قبول نکرده که این کار رو انجام بده و سفت وایساده رو پرونده و یک موزل دستگاه قضایی یا امنیتی همینه که خب یه وکیل شرافتمند رو این پرونده است. این دو سه تا خبرنگار پیگیری میکردن که خانواده وکیل رو عوض میکنن، بعد توی مقطعی درخواست کردن که حکومت 200 میلیون تومان داره پول میده و فلان و اینها، بیاید این پول خون رو بگیریم، پول خون ستار رو بگیریم، از شکایتتون گذشت کنید. باز خانواده قبول نکردن. از طرفی اومدن بالاخره فشار آوردن روی دامادشون، روی خواهرشون، روی خانوادهشون، اینها بالاخره همه فشار بوده رو خانواده. منتها خانواده یک سری چیزا رو نمیتونن داخل ایران بگن. خب ما چه ریز پرونده رو میدونیم، یعنی من تقریبا فکر میکنم یکی از اون دو نفری هم که ریز پرونده رو کامل میدونم، یعنی میدونم که ستار چجوری شناسایی شد، صداهاش و فایلای صوتیشو بارها نشستم مرور کردم شنیدم، میدونم ستار رو بالاخره چجوری گیرش انداختن، میدونم که این افراد کیا هستن، میدونم که، اما اینها برای خانواده نمیخوان معضل ایجاد بکنه. این رو فقط به عنوان یک هشدار تقریبا داریم مرحله‌ای میخوایم اطلاعات رو منتشر کنیم. دو سه روز پیش، سه چهار روز پیش در حقیقت من نام قاتل ستار بهشتی رو منتشر کردم و برای اولین بار نامش رو بیان کردم که من وبلاگی دارم خودم هم میذارم روی بالاترین و اینها که لینک داغ بالاترین شده، بالاخره اولین نفری که بالاخره اومده اسم نام قاتل ستار رو گفته سطبان اکبر تقی‌زاده و ریز دیگه پرونده رو داریم، یعنی مطالب دیگه پرونده رو داریم که اینها رو در صورت که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بخواد بازیای سر این خانواده در بیاره که تا الان در آورده و پرونده رو سریعا نفرسته دادگاه و اون آقایی که سطبان تقی‌زاده که الان توی زندان هست و بعد از این که 10-11 نفر رو میگیرن بالاخره ایشون میمونه و تهشه که الان هم زندان بودن، نخواد به جرم قتل عمد بوده، زیر شکنجه کشته شده، خودش تو صورت مادر ستار نگاه کرده گفته من فقط اینو میزدم، این بچه هم فقط به من میخندید، طوری که دیگه انقدر عصبانیت من زیاد شده بود تو یکی از این زدنها یه جوری زدمش که دیگه رفت. قتل عمده، قتل شبه عمد نیست، بازپرس پرونده با توجه به کمک چندین نفر، سه چهار دو سه تا خبرنگار که حالا اسم نمیبرم، در جای مناسب اسمشون رو میبرم و رسواشون میکنم، اینها رو دارن با دستگاه قضایی با سیستم امنیتی دارن تحت عنوان خبرنگار دارن مصاحبه میکنن، مردم فکر میکنن اینا آدمن، مردم فکر میکنن اینا بالاخره هوای مردم رو دارن، نمیدونن اینا زیرکی دارن با دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی همکاری میکنن، اسم اینا رو میبرم رسواشون میکنم، در صورتی که نخوان پرونده رو به یه محکمه صالحه و یک محکمه عادل بسپرم با جرمی که مرتکب شده، بالاخره کیفرخواست قتل شبه عمد اصلا معنی نداره، قتل شبه عمد یعنی اینه که من در احکام قضایی ایران من گواهینامه ندارم، سوار ماشین شدم دارم میرم تو خیابون یه نفر پریده جلوم زدم کشتمش، این میشه قتل شبه عمد، من باید دیه بدم، اما این قتل عمد بوده، شکنجه کردن، طرف دیر شکنجه رفته
و بخوان از این بازی در بیارن، دونه دونه اطلاعات و دونه دونه آدمایی که تو ایران این خانواده رو تحت فشار گذاشتن همه رو افشا میکنم، یعنی همه رو میگم. تا الان هم که چیزی نگفتیم برای حفظ حرمت خانواده بوده و اینکه برای خانواده به هر مشکلی تو ایران به وجود نیاد، اما خانواده ای که نوناور خونش رو از دست داده، پسر خونش رو از دست داده، بزرگ خونش رو از دست داده و وایساده با تمام پای همه مفاسد و مظالم این مادر وایساده و داره پرونده بچه‌ش رو داره پیگیری میکنه، دیگه جای مسامحه از طرف من نمیمونه. نمیشه که من نگم یه مسئله هست، میگن شاه میبخشه وزیر نمیبخشه، شاه خودش اونور بخشیده، من چی کارم که نبخشم؟ من اطلاعات پرونده رو دونه دونه فاش میکنم، منتشر میکنم تا موقعی که دستگاه قضایی به این نتیجه برسه که و این اطلاعات هم که علنی بشه دقیقا روی پرونده است و دیگه بعد دادگاه علنی برگزار بکنن. توصیه ما اینه که با آقایون سری تکلیف به دادگاه ستار بهشتی رو معلوم بکنن تا آدمایی که تو ایران دارن و دارن باشون همکاری میکنن و ما لو ندیم. یعنی نگیم که آقا فلانی آدم جمهوری اسلامیه، آی مردم، آدمی که داره تو روزنامه اعتماد الان قلم میزنه و داره کار میکنه و داره فلان میکنه، این آدم جمهوری اسلامیه، بالاخره یه سر و صدایی ایجاد میکنه، یه چیز نامه مادر ستار بهشتی میزنه، دیروز بی بی سی زده، نمیدونم چهار بار ده جای دیگه فلان گفتن، بیسار گفتن، بالاخره نامه ای هم که خانواده زد دیروز اس قاتل رو تایید کرد. یعنی این نشون میده که اطلاعات من اطلاعاتیه که صحت داره. من 5 روز پیش اسم قاتل رو منتشر کردم، مادر ستار بهشتی دیروز اومد در همون نامه اسم قاتل رو گفت و تایید کرد. بالاخره این چیزاییه که وجود داره و ما این اطلاعات رو داریم و باید یه دادگاه عادله و صالحه، اگر که در جمهوری اسلامی محکمه صالحی پیدا بشه و قاضی مستقلی پیدا بشه که زیر نظر سیستم امنیتی نباشه و ماشین امضا نباشه، این دادگاه رو تشکیل بدن و این پرونده رو، این خانواده رو از این ظلمی که بهشون کردن رها کنن. آقای زم در حقیقت شما، آقای زم در حقیقت شما مقوله رو تعلیق به یه محال کردید. یعنی من اولا آیا شما زمانی برای اینا تعیین کردید که خب شاید سالها جمهوری اسلامی تخصصش همین کش دادن قضایی هاست، آیا شما برای خودتون حداقل پیش خودتون یه محدوده زمانی قائل شدی؟ ببینید جمهوری اسلامی ماشاءالله دیگه وقتی رهبرش دیگه اینطوری صحبت میکنه اونا، شما دیگه تو پایینش و اینا بیاد دیگه ببینید چه خبره دیگه. نمیشه برای اینها، نمیشه زمان معلوم کرد. نمیخوام کار به شکلی بشه که ما زمان معلوم بکنیم و اینها بگن نه و کار بیفته رو لج و لج بازی. نمیخوام سیاسیش کنیم قضیه رو، ما فقط میخوام کمک کنیم که یک دادگاهی برگزار بشه و حق به حقدار برسه، یک محکمه برگزار بشه و حق به حقدار برسه. حالا تصادفاً توسط یکی دو تا از افرادی که توی ایران وجود دارن، اطلاعات پرونده در اختیار ما قرار گرفته. ببینید شما، اطلاعاتی که در اختیار من قرار میگیره معمولاً چند روز بعدش از طریق مواضع منابع موثق تایید میشه. ما یه عکسی رو منتشر کردیم از محل حصر آقای کروبی. خب محل حصر آقای موسوی شناخته شده بود و همه میدونستن در کوچه اختره، اما هیچ کس این نمای ذهنی نداشت از محل حصر آقای کروبی که کجاست. این عکس رو من منتشر کردم و 10 روز بعد ارگان رسمی آقای کروبی رو که سهام نیوز باشه تحت فشار قرار دادم. بالاخره افکار عمومی فشار آورد به سایت خبری سهام نیوز که آقا این روح‌الله‌زن یه عکسی رو منتشر کرده از محل حصر آقای کروبی، این درست هست یا نیست؟ اگه درست نیست تکذیب کنید، اگه درست هست تایید کنید. و خانواده آقای کروبی رو گذاشتم در موضعی که این عکس رو تایید کردن و گفتن که بله این عکس محل حصر آقای کروبیه، ولی ما نمیدونیم فلان این عکس از کجا آورده. میام اسم قاتل ستار بهشتی رو میگم و 4 روز بعد مادر ستار یه نامه ای اسم قاتل رو تایید میکنه. باز میام راجع به آرش صادقی یک ابهامی رو مطرح میکنم و 2 تا خبرنگار فرشته قاضی خانم مسیح علی نژاد اینا پیگیری میکنن و الان دیگه معلوم شده که قضیه آرش صادقی اصلا یه چیز دیگه است. ببینید بالاخره اطلاعاتی که در اختیار من قرار میگیره شاید در اختیار افرادی دیگه قرار نگیره. یه سری افرادی هستن که من رو معتمد میدونن از درون سیستم، درون حکومت، با ابزار مختلف ارتباطی یه سری اطلاعات برای من میفرستن.
و میدونن که من اهل معامله نیستم، اهل جناح و باندبازی و تو این گروه باشو تو اون گروه باشو این اطلاعات رو بخوام بفروشم به جایی، بخوام بزنم تو فلان سایت ازش $100 $150 پول بگیرم بابت مصاحبه با آقای قائم مقامی، بخوام مثلا درخواست پول بکنم فلان بکنم. میدونم که من یه همچین آدمی نیستم طبیعتا. خب این اطلاعات رو میدن، اطلاعات ما اطلاعات صحیحی هست و بعدها بعد از انتشارش بالاخره از طریق مبادی مختلف تایید میشه. ما خواهشمون اینه، من خواهش میکنم اولا اینکه بحث گروکشی و اینها نیست، نمیخوای مثلا اینو سیاسیش بکنه، اما خواهش میکنم بازپرس پرونده مامورین امنیتی حاج آقای مسعودی به عنوان بازجوی ویژه ستار بهشتی که الان ما میدونیم تو زندان بالاخره ایشون بازجوی چه کسانی هست، چه کسانی رو داره تحت فشار قرار میده، اسم اصلی حاج آقای مسعودی رو میدونیم، اینها رو من منتشر میکنم. خواهشمون اینه که دستگاه امنیتی و قضایی با همکاری هم دیگه این پرونده رو سریع جمع و جورش کنن بفرستن دادگاه قبل از اینکه یه سری ناگفته ها بیان بشه. منم بالاخره نمیخوام کار به لج و لج بازی و بازی های سیاسی و اینها بیفته، اینو تمومش کنن پرونده رو بفرستن دادگاه، یه خانواده ای به حقش برسه. همین فقط، درخواست گروکشی و این چیزا هم نداریم. ولی خب اگر طبیعتا پول این قضیه چش پیدا بکنه، به مرور زمان من هر یه هفته یه بار ده روز یه بار یه سری اطلاعات جدید رو از این پرونده منتشر میکنم و شاید اصلا چه بسا برسه به اینکه صدای خود ستار رو منتشر کنه، چون فایل صوتی ستار رو هیچ کس نداره. یک جا ما دادیم داخل ایران به همون خبرنگاری که اتفاقا منبع وزارتی و داره با بازپرس و وزارت اطلاعات و پلیس فتا همکاری میکنه، به همون خبرنگار دادیم و توی یوتیوب قرار داره. ما 20 ساعت فایل صوتی داریم از ستار بهشتی، 20 ساعت با ایشون مصاحبه کردیم قبل از شهادتش. بالاخره یه سری حرف‌ها رو گفته، ناگفته‌ها رو گفته که صلاح نیست اینها منتشر بشه، جمع کنن سر و تهش رو این دادگاه رو تشکیل بدن تموم کنن بره دیگه. به هر حال آقای زم، ما که هرگز نه به شما پیشنهاد دادیم نه شما رو اهل دریافت دستمزد برای این اقداماتتون شناختیم، اما من خواهشم اینه که هر وقت که شما به سود و صلاح خانواده ستار در وهله اول دیدید و بعد به سود و صلاح خودتون و مصلحت مملکت و ملت ایران دانستید، من استدام اینه که از طریق همین میکروفون اطلاعات رو در اختیار مردم بگذارید و ما هم با اطلاع قبلی همیهنان رو آماده میکنیم برای شنیدن گزارش های شما، و من جمله استدام میکنم که مطالبی رو که فکر میکنید خوبه که در صفحات فیسبوک ما منتشر بشه از طریق همون رابطمون عرض کنم. بله. حمید خان مثلا این عکس محل حصر آقای کروبی رو اجازه بدید که ما روی سایت بگذاریم و روی فیسبوکمون بذاریم و عرض کنم تا اینجایی که شما سلام میدونید این اطلاعات به این ترتیب هم منتشر. بله، رابطمون که فرد بسیار محترمی است، من جا داره همینجا چون دارن گوش میکنن ازشون تشکر کنم آقا رضای عزیز. مطمئن من این مصاحبه ها و اینها رو میدونید که توی زمانی تموم کردم و یه 7-8 گفتگو با هم دیگه داشتیم که درسته. شرایط زندان و اینها بیان کردم، الان باز مجددا شروع کردم. در حقیقت یک قضیهش به خاطر همینه، یعنی اینکه این گفتگو حالا در مقاطعی ادامه داشته باشه و دیدیم اگه آقایون قصد ندارن که یه تکونی به خودشون بدن، این اطلاعات رو از طریق رادیو شما اصلا منتشر میکنم. صفحه فیسبوک منم که یک صفحه مرجعه، یعنی که حالا توش خبری منتشر نشده، که یعنی تقریبا نصف بیشتر خبرنگارایی که فعال هستن در صفحه من هستن، افرادی که منابعی که هستن، بالاخره اینها اخبار رو از صفحه من دریافت میکنن. این به فرض مثلا سایت سهام نیوز اگه من مطلبی میزنم از تو صفحه من برمیداره میزنه، عکس آقای کروبی رو از تو صفحه منش سایت برداشت در پایگاه رسمی آقای کروبی. و اینکه بالاخره میشه اطلاعاتی که منتشر میشه حتما
شما میتونید که اون رو بردارید و بالاخره در سایتتون در صفحاتی که وجود داره و بالاخره مخاطبانتون در اونجا قرار دارن میتونین قرار بدین و استفاده این اطلاعات منتشر شده و بالاخره از یه فیلتری گذشته که منتشر شده طبق صلاح مشورتایی که انجام میشه هر اطلاعاتی من قبلش بخوام هماهنگ کنم منتشر کنم با مراجعی در ایران در خارج از کشور اینها هماهنگ میکنم و این اطلاعات رو منتشر میکنم. بعد از اینکه منتشر شد طبیعتاً میتونید چیز بکنید و یه سری چیزها رو توی نوشته و اینها نمیشه آورد، یعنی بالاخره آدم صحبت کنه خیلی بهتره. بعد از اون هم میتونیم یه گفتگویی بذاریم که متعاقب اون من شرح بیشترش رو بدم. حتی الان مثلا این قضایایی که من به شما گفتم خبرنگاری که میره میشینه رو میز قاضی و نمیدونم پاشو میندازه رو پاش و یه دفعه خانواده میرن اینو میبیننش و همکاریش ثابت میشه با بازپرس پرونده، خب اینها رو زیاد نمیشه نوشت و ذره مانو داده اینا، ولی شفاهی خیلی راحت میشه گفت و بله. من شفاهی آمادگی دارم که حتی اسامیشون هم پاش بکنم. اما این بستگی به روی کرد دستگاه قضایی و دستگاه امنیتی داره در قبال این پرونده. در حال من رسیدن این خانواده به حقشونه، همینطوره این خانواده به حقش برسه، همین برسه دیگه حرفی دیگه نمیمونه. اگر به حقش نرسه خب طبیعتا ما هم یه سری حرفایی رو میزنیم این ور که برای وجهه داخلی خارجی نظام و بالاخره در افکار عمومی تاثیر خیلی بدی داره. عرض کنم که پس خبر از شما، تصمیم یعنی از شما، من شما هر وقت که صلاح دونستید که بخشی از این مسائل بازگویی بشه و در مورد صحبت بشه به بنده اطلاع بدید که ما هم همیهنان رو آگاه کنیم و بعد عرض کنم این مسائل رو به اطلاع افکار عمومی مردم برسونیم. همین الانم به من تک زد رابطه ما حمید عزیز که با تصویر مکان کروبی را دو هفته پیش در پیج گذاشتم باز هم امشب میگذارم تا همیانان بتوانند ببینند. هر صفحه و ورزش و هنر در رادیو صدای مردم و طبعا از اونجا به صفحه فن پیج من هم خواهد رفت و در فیسبوک هم خواهد رفت و به هر حال من این کوشش های جناب عالی رو خیلی با ارزش میدونم و بسیار جالبه و امیدوار هستم که به نتایج دلخواه شما و همه ما برسه. من از شما خیلی تشکر میکنم. شما بالاخره اون بر دسترسی هم دارید آقای قائم مقام، من خبردار شدم که بعد از اون گفتگوهای من با دو سه تا تلویزیون بالاخره لطف کردی بحثایی که من مطرح کردم و اونجا بازنشر دادین و بالاخره حاصل صحبتهای من با شما برآوردتون استنباطتون هر چی که بوده خوب یا بد بالاخره منتشر کردید اونجا. شما در بالاخره بازنشر این گفتگو رو ممکنه الان خیلی کسا از دست بدن، ممکنه حالا خیلی ها نشنون، بالاخره با فایل صوتی کردن این به صورت ساکلود به صورت فیلم یوتیوب یا بازنشر همین صحبتهایی که من و شما داریم در تلویزیون های بالاخره تلویزیون هایی که دسترسی دارید و اینها خیلی میتونید کمک بکنید که این صدا، چون من یه نفرم، این من نه سایتی دارم نه من یه وبلاگ دارم، یه دونه مطالبی که میذارم نه به نهایت هم میذارم رو فیسبوکم رو وبلاگم، یعنی صدای من در نهایت اینقدر شنیده میشه. عرض کنم شما میتونید این صدا رو بالاخره بازنش کنید که این صداه بیشتر شنیده بشه که یه بالاخره مظلومی به حق خودش برسه. حتما ما هر بار گفتگوهامونو با شما رو یوتیوب میذاریم. عرض کنم اولا تقریبا میتونم به شما بگم حداقل 6 بار در روزهای متفاوت و در ساعتهای متفاوت، اخیراً هم یک بخش به وقت خود ما حدوداً 2 بعد از نیمه شب یک بار دیگه پخش میشه، یعنی 4 بار با این پخش 4 بار در یک روز و در ویکندام به همین ترتیب اولا پخش میشه، بعد در عرض کنم که اینها روی یوتیوب قرار میگیره، لینکش در صفحات فیسبوک و وسیعا اینا عرض کنم که منتشر خواهد شد. مثلا همین گفتگوی من و شما تا چند ساعت دیگه روی یوتیوب قرار خواهد گرفت.
بسیار خوبه، دست شما هم درد نکنه. تشکر میکنم. انشالله که با هم در تماس هستیم. حتما منتظر هستم. من رادیو شما رو رادیوی با این که بالاخره یه دفعه دیگه هم عرض کردم، اما صدای خوبی میدونم که بالاخره از این تریبون صدا اعلام بشه. شنیدم خواننده بیننده هاتون شنونده هاتون اینها رفته بالا، شنونده هاتون خیلی تو ایران مخاطب داره و اینها، سایتتون کلیک خودتون دیگه در حقیقت این صداه شنیده میشه دیگه. حالا انشاءالله دیگه بقیهش بازنشتش دیگه دست شما رو میتونه. حتما حتما. یک دنیا ممنونم، بسیار بسیار استفاده کردیم. تشکر میکنم آقای رولدایز. خوشحال شدم. خدا نگهدارش. خدا.